با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 29 از ماه اوت. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران هستم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنم. خب عرض کنم که به محض رسیدن لدن ورود ما سعدی رو باز کردیم. یک داستانی آمد که ما وقتی بچه بودیم این در کتاب‌های دبستانی بود، امروز حذف کردن بزرگان ایران رو از کتاب بچه‌ها. سعدی، فردوسی، خیام، همه اینها رو حذف کردن، جاش جعفر صادق و باقر رو عرض کنم، اینها که در جهان اصلا کسی اینها رو به رسمیت نمیشناسه، هیچ کس برای اینها ارزش قائل نیست و دارای هیچ ارزش علمی هم نبودن. خمسی و زکاتی میخوردن و سیغه میکردن، این فضیلتشون بود. خب آقا فضیلت شما نیست، من همونم که پدر 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 بزرگم پسر ابو طالب بوده. حالا چی کنیم؟ باید چه بکنیم؟ بدهکاری ما چی هست به شما بدیم؟ اون یکی حضرت امام حسین علیه السلام رفته کودتا کنه، موفق نشده، زدن کشتنش. خب 80 نفر کشته، اینا هم 70 تا بودن، اونا اینا رو کشتن. داستان کشتن بود برای پول، مثل همین آخوندها. حالا مردم خراسان جرمشو باید بدن. مردم خراسان، قلب تپنده تمدن ایران زمین بعد از اسلام، خراسان. خراسان زادگاه فردوسی، خراسان زادگاه ابن سینا و هزاران دانشمند بزرگ دیگر، زادگاه ابو نصر فارابی که عرض کنم که در خراسان بزرگ متولد شده است و بزرگترین نظریه پرداز موسیقی جهان قدیم. امروز مردم خراسان از شنیدن موسیقی محروم هستند، چون یه آخوند دوریالی روزخان میگوید اینجا من نمیگذارم، اینجا مال منه. کار ما به این درجه از انحطاط رسیده و گفت عجب صبری خدا دارد، عجب صبری ما مردم داریم، واقعا چه ظرفیتی داریم برای توسری خوردن. ماشاءالله به این عرض کنم که ظرفیت‌های ما، چه ظرفیت داریم برای تحقیر شدن. نمیدونم چی باید گفت. بله یک آخونده، یک قرونی که داره هیچ ارزشی نیست، گفته کنسرت در خراسان، اینجا گور سامم الائمه است. خب این ملت بدهکاریش به این سامم الائمه چه بوده؟ بیان محاسبه کنین آقا ببینیم این کی بوده، این آقا این فضیلت‌ها چی بوده. حدیثاتونو بندازین دور، آثارشو بیارین، نویسنده کدام کتاب ارجمند بوده، چه دردی از بشر در واقع، چه دری گشوده و چه دردی دوا کرده این سامن الائمه. خب آوردین اونجا، یه آدم های معتقدن برج و بارو ساختن، خیلی خوب، گنبد دیگه، بدهکار که نیستیم مندد. تا حدی که اینجا ما موسیقی نمیذاریم. یه مش تصویرم روی دیوارها بود که آدم های بازوق به خاطر قبر حکیم که اونجاست کشیده بودن، اینا هم که گل مالیدن روش و اینها. و به چه اسارتی افتادیم ما، به چه اسارتی افتادیم ما مردم ایران. بله بچه که بودیم، این داستان در کلاس 4 ابتدایی یادم نیست، انقدر اینجا گرمه که باور کنید از گرمایی که حبیب ابن مظاهر کشید ما اینجا بیشتر میکشیم، ولی ریشمون پرخون نیست، دلمون ولی پرخون هست. این داستان بود. من باز کردم دیدم از لطف خالی نیست، یک تجدید خاطره است از روزگار بچگی. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز. ز ابن عبدالعزیز یعنی از پسر عبدالعزیز. مقصود کیست؟ عمر ابن عبدالعزیز، تنها کسی از بین عمرای بنی امیه که از فرط عدالت او رو جز خلفای راشدین به حساب می آورن.
این همون کسی است که لعنت بر علی رو ممنوع کرد و بسیار مرد معتدل و دادگری بود و این داستان رو سعدی به او منسوب کرده است. من برای شما میخوانم تا همسن و سالهای ما در واقع خاطره دوران کودکی براشون زنده بشود و شما نوباوگان ایران که قطعا داستان رو نشنیده اید برای شما هم میخوانم تا ببینید سعدی چه ارزش‌های نیکی رو برکشیده در واقع به تعریض توصیه دارد میکند دارد توصیه میکند بله. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز که بودش نگینی در انگشتری فرو مانده در قیمتش مشتری. لطفاً انگشتری نخونید یای نکره. انگشتری یعنی انگشتر، یاش دیگه حذف کردیم ما ایرانی ها. که بودش نگینی در انگشتری فرو مانده در قیمتش مشتری. به شب گفتی از جرم گیتی فروز دری بود از روشنایی چو روز. قدر این بریلیان درخشان بود. این جرم گیتی فروز کنایه است از این الماسی که بوده، حالا هر سنگ قیمتی که بوده، میگه شب رو روشن میکرد. قضا را در آمد یکی خوش ساد که شد بدر سیمای مردم هلال. به به، چه تعبیر زیبایی. بدر سیمای مردم هلال شد. در واقع بدر که هست یعنی شب 14 ماه گرده مردمی که مرفه هستن و خورد و خوراک درست دارن صورتشون گرده. خب بدر سیما اینها هلال شد. دیدید هلال که میشه سوم چهارم ماه چگونه باریک و لاغر هست. میاد اینطور شدن مردم تکیده و لاغر شدن. بله که شد بدر سیمای مردم هلال چو در مردم آرام و قوت ندید خدا سوده بودن مروت ندید. این صد علی خودمان میگه وقتی دید مردم بیچاره هستن آسوده دیگه نبود، مروت نمیدید که خودش در کاخ نمیدونم پادشاهی زندگی بکند و مردم در گرسنگی باشن. مثل همین آخوندهای خودمون علم الهدا که جک و جانورانی زد بیرون از زیر زمین. علم الهدا شاه در واقع این استانداری رو عرض کردم. اینا دو تا لایه کشیدن، یکیش برای تحمیق مردمه و دنیا که بگن ما دموکراسی داریم، انتخابات داریم، فلان استاندار داریم، نخست وزیر داشتیم یه وقتی، رئیس جمهور داریم. هیچی نیست اینا. کشور در اختیار آخوند هست. این امام جمعه ها آخوند هم که معلم میکنه حضرت رهبر. آره عزیزان من، و به او هم گزارش میکنن. یه روز میگو موسیقی یعنی چه؟ برون حج. مردم ایران مردم دیپرسی شدن، افسردگی ملی آمد. افسردگی ملی این بیعقل ها نمی فهمن. من وقتی این المپیک بود نگاه میکردم به مردم برزیل، مردم شاد خوش، کشور آباد، شهرهای زیبا. ما چسبیدیم به ریش سامن الائمه. حسین رو کشتن، باقر رو کشتن، اصغر رو کشتن، به درک کشتن. اینا میخواستن اونا بکشن، اونا زرنگتر از اینا بودن. خب اجداد اینا همه اونا رو کشته بودن. خب حضرت علی ابن علی ابی طالب کرم الله وجهه چند نفر سر برید از رؤسای قوم. اونا بچه های اونا بودن.
چو در مردم آرام و قوت ندید، خدا سوده بودن مروت ندید. چو بیند کسی زهر در کام خلق، کیش بگذرد آب نوشین به حلق. کسی میگه که زهر در کام مردم هست، در واقع حالا منظور از آب اینجا واسه گفت شربت، چیز خوشمزه روان، چگونه از گلوش میره پایین. بفرمود بفروختندش به سیم، که رحم آمدش بر غریب و یتیم. امروز یتیم اون کانوتیشن یا فهوای تراژیک قدیم رو نداره، به جهت اینکه یتیم خانه ها از دولت ها پشتیبانی میکنن، مردم درد رو میفهمن. اما در روزگار قدیمی که سی یتیم میشد بیچاره، این خیلی حزن انگیز بود. یه جایی هم درست میکردن دارالایتام و اینها، زمان قاجارها، عکسش از خیلی وضعیتی است، لباسای پاره این بچه‌ای که پدر نداشتن. یا بگذاریم، خب بفرمود بفروختندش به سیم. حالا حتما نبوده که به نقره بفروشتش، یعنی بفروشه نقره بگیری، فروخ پولش رو گرفت که خرج مردم بکنه. اینجا غلط نوشته است، بفرمود و بفروختندش به سیم. این واو عطف نداره بابا. پدر جان، خدا پدرت بیامرزه، از روی تصحیح فروغی نوشته. فروغی هم اشتباه زیاد کرده، خودمونیم. مرد بسیار فاضلی بود، نسل بسیار روانی داشت، اما در تصحیح سعدی خبط خطا زیاد کرد. حالا بفرمود و بفروختندش به سیم یعنی چی؟ موضوع معلومه. این فعل امری که میاره راجع است به اون انگشتر. بفرمود بفروختندش به سیم، که رحم آمدش بر غریب و یتیم. به یک هفته نقدش به تاراج داد، به درویش و مسکین و محتاج داد. نقدش به تاراج داد، یعنی پول نقدی بابت یعنی که رود داد به مردم. فتادن در وی ملامت کنان، که دیگر به دستت نیاید چنان. چاپلوسه جمع شدن، آقا یه همچه انگشتری که دیگه گیر شما نمیاد، این در فریدی بود، چی شد دیگه پیدا نمی کنید؟ چنین و چنان شنیدم که می گفت و باران دم، یعنی عشق، فرو می دویدش به آرز چو شم. شم دیدید گریه میکنه؟ در واقع گریه نمیکنه، گرم میشه، ذوب میشه، میریزه پایاش. این تشبیه کرده صورت پسر عبدالعزیز رو زمانی که میگریست به حال مردم. که زشت است پیرایه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فگار. پادشاه که پیرایه به خودش نمیبنده، زلم زیمبا آویزون نمیکنه، در پپسی و حرفان سیب شاهای میدلیست آویزون میکنن، ولی مردم فقیر گرسنگی میخورن. که زشت است پیرایه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری بینگین، نشاید دل خلقی اندوهگین. خنک اون که آسایش مرد و زن، گزیند بر آسایش خیشتن. بله، بعد یک استنتاج خود سعدی فرموده است، اگر خوش بخسبد ملک بر سریر، نپندارم آسود خسبت فقیر. وگر زنده دارد شب دیر باز، بخسبند مردم به آرام و ناز. بله، به حمدالله این سیرت و راه راست، اتابک ربو بکر و
بن سعد راست. بعد زده به مهد پادشاه. بله یکی پنج بیتم خوش آمد به گوش، که در مجلسی می سرودن دوش. مرا راحت از زندگی دوش بود، که اون ماه رویم در آغوش بود. تا آخر باری اینم از شیخ اجل سعدی. بله آخون جماعت داره سعی میکنه ایرانی رو ریشه کم بکنه. ریشه های ما فرهنگ ماست، سعدی است، حافظ است، فردوسی است، همه بزرگان که تعدادشون بسیار 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 زیاد است. این نام های اینا رو حذف کنه، نام یه آخوندی گدایی میذاره اونجا، نام شهید فلانی، اینها که بچه ها ندانند از چه روت و ریشه ای هستند و چه اجداد نام برداری داشتند و چه خلق یاتی مردم ایران داشتند اینها، و بعد به طریقی که میخواهند مملکت رو بکشانند که کشیدن. من نمیدانم این آقا با کلید آمد برای چی آمد، داستانش چیه؟ این وقتی که یک کلید چوبی درست کرده بود دست گرفته بود. باز اون احمدی نژاد به قول دهاتی ها یه عراتیزی میکرد، محسوس بود وجودش، عباطیلی میگفت این طرف اون طرف با اون لحنش و با اون لباس پوشیدنش و اینها، و این اصلا وجودش محسوس نیست، معلوم نیست این آقا چی برای چی چه میکنه، داستان چیست. خب 19 سخنرانی مخلص در اورنج کانتی در روز یک شنبه 25 سپتامبر سال 2016 خواهد بود. مکان 2575 مکه وی، ایرواین کالیفرنیا 92614. برای اطلاعات به دوست گرامی جناب آقای آل احمد زنگ میتونید بزنید، تلفنشان 949-551-9272 هست. بله عنوانم گذاشتن تأثیر شاهنامه در نگهداشت فرهنگ و ادب ایران زمین. یک نشستی هم خواهیم داشت پیش از این در المپیک کلکشن، این هم از این داستان. خدمت شما عرض کنم که چند روز پیش ما گذر کردیم به وسبوت. ما اونجا کاری زیادی نداریم جز که بریم کتابی بخریم، نگاهی بکنیم، خلاصه دوستان رو ببینیم. رفتیم و یه دور زدیم در این کتاب فروشی ها، دیدیم لیسف دار غیره دیار، دیاری در این کتاب فروشی ها نیست. آدم تعجب می کند. با آقای انوری دوست گرامی که همه جا چاپخانه دارن صحبت می کردم، می گفت یه روزگاری در این لس آنجلس کتاب ها رو ما در تیراژ های هزاری چاپ کردیم، 1000 تا حداقل. حالا رسیده است به 100 تا، که البته این گرفتاری که ما داشتیم از قدیم، هیچ موقع ما کتابخون نبودیم. آمارهای جهانی که میدادن این ایرانی نمیدونم 35 ثانیه تا 75 ثانیه در سال یا در روز کتاب خون. آمریکایی ها بله کتابخون بودن، اما آمدن این اینترنت و این تلفن دستی ها و اینها سبب شد که بوردر بوک 1700 شعبهش رو در آمریکا ببنده. این زایه است. باری در سر نمیدم. ما رفتیم و عرض کنم دو کتاب با اونجا دیدیم. یک کتاب از گزنفون هست به زبان انگلیسی که عمده این کتاب در باب کوروش کبیر هست. بسیار بسیار کتاب شایسته است. وسعت ایران رو نشون داده و چپتراش یکی بعد از دیگری توصیفاتی است در باب کوروش، و احتمالاً این همون
این بازگشت 10,000 یونانی که خدمتتون آوردم و نشون دادم ترجمه یک چنین کتابی است بر صورت، اما این به زبان انگلیسی است. خیلی خیلی کتاب جالبی است. یک کتاب دیگری هم به ما سفارش کرده بودند دوستان، دوست فاضل ارجمندی دارم، مصر بودن که آقا شما باید این کتاب رو بخونید، یک نقدی بر این کتاب بنویسید. گفتیم آقا ما این بخوام بشینیم و نقد کنیم این اون رو، بنده که سهل است 500 تا ارسطو فقط در لس آنجلس مقالطات و دروهای اهالی لس آنجلس رو اهالی عرضه میکنم، همینایی که در صحنه ها هستن اینا رو درست نمیکنن، تا چه رسی که بنده بخوام حالا به همه برسم. یک آرزو ولی دارم هموطنم، یک آرزو دارم و اون این که خداوند تبارک و تعالی و این طبیعت مصفا عمر بدهد که من بتوانم این شاهنامه فردوسی رو از ابتدا تا انتها روش کار بکنم و با توجه به در دست بودن همه این نسخه های قدیم بتوانیم یک شاهنامه به یادگار بگذاریم. حالا دوستی زنگ زدن، خیلی خشمگین بودن، دوستان بسیار عزیز و محترم من هستن و در راه دورن نسبت به ما. آقا شما برای یک واو در شاهنامه یقه پاره میکنی؟ آقا یک واو در شاهنامه چه ارزشی داره که شما چنین میکنی و چنان میکنی؟ من به یادم آمد که اون واو کجا بود. ببینید فردوسی میفرماید تو را دانش و دین رهانت درست، ره رستگاری بباید جز. این دوست عزیز محترمی که شاهنامه تصحیح کرده برای ما و کلی هم هر روز برایشون طبل میزنن و علم هوا میکنن، خب تخریب کرده کتاب رو، کردتش تو را دانش دین رهانت درست. آقا دانش دین که یعنی فقه، به هیچ وجه من الوجوه این دانش عرض می کنم که با دین یک جا جمع نمی شود. طبیعت دانش و دین یک جا جمع نمی شود. دانش، خرد، اینا مسائل عقلی هستند و دین مسئله عقلی نیست، داستان نقلی خرافی است و اساساً در قالب دانش نمی گنجد. در هیچ کجای شاهنامه فردوسی چنین چیزی ما نداریم. دانش سر جای خودش است، دین بر سر جای خودش است. تو را دانش و دین رهانت درست، نه تو را دانش دین رهانت درست. آقا شما این رو ببرید پیش یک کشاورز ایرانی که داره خرمنشو باد میده، میگه آقا این بیتو برای ما بخون، اون برای شما صحیح خواهد خون. روزگار ما روزگار کساد بازار فضل، به خصوص بیسوادی در باب شاهنامه امر عمومی است. دکترا من دیدم، دکترا ادبیات از دانشگاه نمیدونم کجا، این نمیتونه دو تا بیت از این کتاب بخونه، یک بیتش هم از حفظ نداره. این واو خیلی اهمیت داره، کل قضیه رو خراب میکنه. تو را دانش و دین، تو را دانش دین رهانت درست، یعنی اگه میخوای رستگار بشی برو فقه یاد بگیر. تو را دانش دین رهانت درست، تو را دانش و دین. حالا ما که از جیب نمیتوانیم درآریم به فردوسی، اما عزیزم قربتون برم که 70 سال نمیدونم 30 سال گذاشتی و کتاب رو خراب کردی. پدر جان نسخه معتبر که همه دانش و دین دارن، شما از کجا که آویزان شدید به این نسخه مجهول فلورانس که اونم که نسخه ناتمامه، که نسخه ناتمام که هیچ موقع مرجع نمیشه مگر مروری بهش بشه در واقع قیاس با نسخه های سالم درست. بدبختی زیاد داریم آقا. این آرزو رو عرض میکردم. آرزوی من این هست که این وقت به دست بیاد و من بتوانم این کار رو بکنم.
و کتاب مقالطات هم مشغول هستیم، فکر میکنم چند ماهی، چون همه این نوشته ها حاضر بود در طی این سالیان، ما داریم اینا رو تصنیف میکنیم و در واقع اینها این مهمترین خواهد بود به جهت اینکه به درد همه کس میخورد. کتاب شاهنامه‌ای که عرض کنم که چاپ شد و ملاحظه فرمودی، اون یک کار نقد فنی و یک کار علمی بود، عرض کنم که در امر تاریخ تصحیح و تصحیح کتاب و شیوه های تصحیح و اینها در واقع میتواند به کار کسانی بیاید که تخصص در این کار دارند، تخصص دارن. البته خب داستان رستم و سهراب اونجا هست، شما میتوانید کتاب رو بردارید داستان رو بخونید، خیلی خیلی مطالب مهم هست، اما این مقالطات به درد همه خواهد خورد، به خصوص که مخلص سعی کردم که به ساده ترین وجه ممکن، چون زبان منطق زبان ملغلغ پیچیده مشکلی است، به ساده ترین وجه این رو تحریر کنم. و بعد که تمام شد، بقیت العمر، بقیت الجیش روزهای عمر رو بگذاریم بر روی کتاب شاهنامه فردوسی. خب اجازه بفرمایید ما طلب موسیقی کنیم. آقا تشنگی داریم برای موسیقی. سپر جان بنوازید لطفا. بله تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود مجدد عرض میکردم خدمت شما که رفتیم به بسفود، این کتاب آقای گزنفون رو گرفتیم و بعد رفتیم کتاب فروشی ایران، شرکت کتاب در واقع. اونجا این دوست عزیز و بزرگوار ما که سفارش کرده بودن این کتاب رو بگیرید بخونید، نام این کتاب پیر پرنیان اندیش در صحبت سایه است. ما قدر آقای سایه رو میشناسیم و بر ایشان احترام داریم و امروز هم که من صحبت میکنم ایشان برای معالجه به آلمان رفتن و امیدوار هستیم خیلی زود صحت خودشون رو بازیابند. عرض کنم که ما اونقدر ثروتمند نیستیم که بتوانیم سایر هم از دست بدهیم، بسیار فقیریم به لحاظ فرهنگی، عرض کردم. خب طاعون زده هستیم دیگه، مملکت رو داغ طاعون گرفته. احترام سایر بر جای خودش، غزل‌های زیباش هم به جای خودش، اما کارش در رادیو کار ایشون نبود. ایشون سیمان پروش بودن، یعنی کارخونه سیمان عموشون کار میکردن، منتها چون رژیم در اون روزگار وحشت عجیب از تودهی جماعت داشت، به تودهی ها کار میدادن، به تودهی ها کارهای مهم هم میدادن، به آخونده ها میدادن. وطن پرست اگه یه جایی بود تو سرش میزنن زندان. یه روز در میون دم خونه شاپور بختیار بودن که آقا بساطت جمع کن داریم میریم زندان. آقا ما کاری نکردیم، دستور یف جلو. ایشون رو گذاشتن رئیس موسیقی، بعدم رئیس کل رادیو. آقا ایشون که از موسیقی هیچی نمیدونست. حالا این داستان یک جا دو جلد خیلی قطورم هست. دو تا هموطن عزیز، میلاد عظیمی و عاطفه، این چشم منم نمیبینه، بله والا ما نمیدونیم این چی هستین، تلیه یا همچین چیز. خب عرض شود که تشریف بردن اونجا برای مصاحبه و عاطفه تلیه. خب
شما که تشریف میبرید پیش آدمی مثل هوشنگ ابتهاج که بسیار حرف و سخن جامعه داره در باب ایشون و بسیار اعتراض ها هست و بسیار تلخ کامی ها هست از روزگار ریاست ایشان، شما بایستی سوال هایی که در جامعه و نزد اهل نظر و افراد دیگر دائم مطرح هست بروید. شما برای به قول عربا تحری حقیقت تشریف بردید اونجا، نه مثل دوتا آدم ذلیل، مثل دوتا گروهبان که برون پیش استالین با یک خضوع. آقا ادب خوبه، خضوع و خشوع خوبه. عرض کنم که سعدی فرمود تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. اما تا این اندازه خود رو شکستن و خاکساری و ذلت که با ترس و لرز شما ببینید چگونه سوال میکنن و ایشون چگونه جواب میده و هر چه دلش خواسته گفته و بسیار سخنان نادرست گفته است، فرموده است ایشان بسیار خاطرات جعلی ساخته و گفته. مثلا از جمله خاطرات این است که میگوید من و نادرپور و سیاوش کسرایی میرفتیم کاف فردوسی. در کاف فردوسی چای خبر میکردیم، بعد می اومدیم می گفتیم نجات نجات، من نادرپور داد می زنیم تو خیابون، برای نجات کسرایی اقدام کنید، برای نجات کسرایی اقدام کنید. ملت جمع شدن آقا کی گرفتن؟ نه آقا این تو ما 2010 شو نداشتیم پول چای بدیم. آقا این حرفا به درد بچه‌ها می خوره، اینا چیه برداشتین نوشتید این تو؟ کی همچی چیزی می شد که اتفاق بیفته؟ کی بود که این آقای سایه 2 ریال نداشتی بشه که پول چاییشو بده یا نادر نادرپور؟ خوشمزگی کرده، سر حال بوده، سر کیف بوده آقای سایه. امیدواریم که 200 سال دیگه هم زنده باشه و سر کیف باشه، این حرفا هم بزنه بچه ها بخندن. شما رفتین اونجا که چه بکنید؟ رفتین اونجا که تعظیم و تکریم بکنید؟ خانم تیه و جناب آقای عظیمی، برای شما من بسیار احترام دارم، هموطنان بزرگوار من هستین، اما کار رو بلد نبودید، حفظیاتتون بد نبوده، اما شما نرفتین اونجا که حقایق معلوم کنید در رادیو چه گذشت، به چه دلیل دکتر نیر سینای مرد دانشمند و یک آدمی مثل معینی کرمانشاهی رو بیرون میکنن، یک جوانی که اصلا شعر فارسی رو نمیشناخته، در هنوز هم نمیشناسه، با این گذاشته اونجا مسئول شعر. یا فکرشو بکنید و داستانهای عجیب غریب. حالا من اینجا عرض کنم که و در باب موضوع کارگل و کار دل و این حرفا که مربوط میشود به رادیو اینا، بعد میگوید روز اولی که من رفتم گفتم که چه خبره؟ گفتن که ما امروز قرار است آقای فرهنگ شریف و گلپایگانی چیز بکنن، برنامه اجرا بکنن. خیلی خوب، سر ساعت شد آقای شریف زنگ زدن، گلپایگانی آمده؟ گفت نگو، هر موقع اومد به من زنگ بزن. گلپایگانی زنگ زد، گفت شریف اومده؟ گفت هر موقع اومد به من زنگ زد. اومدن حالا چی بزنیم؟ یکی گفت اصفهان بزنیم، گفت به ترک بزنیم، بالاخره یه چیز زدن. آقا اون آثاری که از اون روزگار باقی مونده که شما تشریف نداشتید که اصل قضیه که اونجاست که قربونتون برم که این همه آهنگ های جاوید. آقا شما بیاید خدا رحمت کنه لطفی رو، اصلا خلاقیت نداشت مرحوم لطفی، چالاک بود در تار، سبک قدما هم میزد، اینم 10 سال به مزی پاش رسید به خارج، اونم فراموش کرد چسبید به کمونچه، از کمونچه به ستار چیزی نداره لطفی، آهنگی نداره، چند تا پیش درآمد داره. آقای میر نقیبی بودن؟ نه خیر، آقای عظیمی. چند تا پیش درآمد مونده از آقای لطفی؟ چند تا آهنگ ساخته؟
قابل مقایسه است با پرویز یا حقی. به اینا میگن رادیو چی؟ یک مش توهین به هنرمندان بزرگ ما. و بعد یک اهل فن گفت آقا صدا کردن گفتن که بیان شما امتحان بدین، یعنی به تجویدی. تجویدی گفته بود اینو من شنیدم ولی سندش ندیدم، هیچ بعیدم نیست. گفته آقا ما ابایی نداریم از امتحان، کی میخواد ما رو امتحان کنه؟ یک سوالی که درش در واقع احقاق حقی باشه مطرح نکردن این خانم بسیار محترم و این آقای بسیار محترم، فقط خاکساری. و اوی استاد لطفا میشه بفرمایید که شما از منوچهری دامغانی خوشتون میاد؟ نه از منوچهری اصلا خوشم نمیاد. استاد ناصر خسرو چی؟ ناصر خسرو شعراشو که میخونم مثل اعلامیه سیاسی. خب مرد حسابی بایستی میبود، نه شما میدانستید او رو راهنمایی کنید، نه خودش میدانست که ناصر خسرو قبادیانی آمده بود برای تبلیغ. وقتی رفت در مصر و فاطمیان رو دید و عاشق و شیفته اونها شد و لقب دایی داشت، دایی خراسان بود، مهار زد بر تمام عواطف شاعرانش و مبلغ دین بود و مبلغ سیاست اونها بود. البته که بود، خب سوابقش حتما نمیدونست ایشون، از اینجور داستان ها زیاد هست. و چه توهین ها به فروغ فرخزاد، چه تون هر کسی هم نمیتوانسته توهین بکنه یک نیشی زده. آقا نظرتون راجع به استاد جلیل شهناز چیه؟ آقا استاد جلیل شهناز استاد بزرگیست، بله پر ملودی، تمام این حرفا رو از لطفی یاد گرفته. تمام حرفایی که آقای ابتهاش در باب موسیقی دان زده از لطفی یاد گرفته، به جهت اینکه سالها آقای لطفی اینجا تشریف داشتن، شاگرداش میمادن پیش من بعضی اوقات به جهاتی، همین حرفا رو اونا میزدن از دهان لطفی. آقا پرویزی یا حقی ضرب نمیشناخت، وزیری یه روز رفته بود خدمت میرزا عبدالله، اونجا یک دستگاه پرزور کتابی هم چاپ میکرد به نام کتاب سال شیدا، اینا اون تو هم هست، دارم من میارم براتون میخونم. وزیری دستگاه پرزوری را آغاز کرد، اون نمیدونم کی ضرب شروع کرد ضرب زدن، وزیری از ضرب انداخت. مرد حساب این چه حرفیه میزنی؟ وزیری موسیقی ایران اون مدرن کرد پدر جان، پرویزی حقی ضرب نمیشناخت. این حرفا رو تکرار کرد. خب استاد جلیل شهناز، نه استاد جلیل شهناز که خیلی استاد بزرگی است، ولی فکرش جلو جلو میدوه. خب بیا تا تحلیل کنی بگی آقا این یعنی چه، این مغلطه چه معنی داره؟ فکرش جلو جلو سازش میدوه یعنی چی؟ فکر جلیل شهناز جلو جلو نمیدوه. شما عادت کردید به شیوه نوازندگی توده یا که اینا بعد از انقلاب فکر کردن که این تار وسیله انقلابه، کلاشینکوفه، یه چیزیه، جسه، یه چیزیه، تون زدن و پالا پایین پریدن و این حرفا عادت کردی بابا جان. وقتی ساز با سکون فلسفی جلیل شهناز رو میشنوی خب نمیفهمی، خیال میکنی آرامه، فکرش جلوش میده. تو دستگاه گذاشتی بابا جان تو کله آقای جلیل شهناز که ببینی فکرش کجا میدوه. از این صحبت هم اینا هم بله قرب استاد، عجب با مزه هستید استاد، چقدر شیرین این شما. آقا این چه مصاحبه ایست شما کردی؟ یک سوال روز حسابی، آقا معینی کرمانشاهی چرا انداختیم بیرون؟ بقیه رو چرا چیز کردی؟ این همه تعریف و تمجید از لطفی، گفت خود گویی خود خندیه، پس چرا مردم گوش نمی کنن؟ آقا ساز ایشون رو یه بار دو بار میشه شنید، ساز جلیل شهناز رو 500 بار میشنوید، تمامی نداره آقا، تمامی نداره، خسته نمیشید، چون بلاغت داشت.
استاد بلاغت بود در نوازندگی. شیش سال مشرف شدم خدمت ایشون و این از این رو سوالا کردن با اینقدر خاکساری و ذلت که آدم میگه عجب بابا، عجب مردمانی هستیم ما. حالا فکر کردی اگه یک سوال محکم میکرد، یک سوال محکم و معنی که به درد جامعه بخوره نیست در این کتاب. اگر جستجوگر چیزی هستید نگردی، پیدا نمیکنی. حضرتشان هر چه خواستن فرمودن، همیشه هم رئیس بودن، همیشه هم تحقیر کردن دیگران رو، اما به ظاهر ملامتی ها وارد شده، با یه خضوع ساختگی وارد شده و بعد کبرش رو همه جا نشون داده این آقای سایه. پیر پرنیان اندیش خب اینم از این داستان. این بایستی که بررسی بشه و دروغ و راستش معلوم بشه به جهت اینکه به قدر کافی گفته می شود. هیچ چیزی از تیغ این آقای سایه در امان نمونده. ترانه تصنیف مرغ سحر هم دوچار تضادم شده. میگه روز اول که رفتم گفتن آقا مرغ سحر رو میشناسید؟ بله آقا مرغ سحر چیز ملیه، سرود ملی است. بعد یه جا میگن این مرغ سحر هم چیز شلخته است فلان. آقا کجا شما کجا و بهار کجا؟ آقا اصلا هیچ تصنیفی در تاریخ ایران به پای مرغ سحر نرسید به واسطه چند بعدی بودن این بیان استاد بهار. درش تشویق به عدالت هست، فلسفه هست، زیبایی و کمال و جمال هست، به همین دلیل بر دل مردم نشست. اون تصنیف جناب عالی هم خیلی خوب بود، ولی زیادم که نبودن که تو ای پری کجایی، بسیار زیبا آقای قوامی خوندن. اما اون کجا، مرغ سحر کجا بابا؟ یا به اصفهان رو، کار بهار حقیقتا ماندگار بودن و هستن. به اونها هم چیز کرد. حالا میگذریم. امروز من میخواستم اینجا در باب گسترش علم در قرن بیستم خدمتون صحبت کنم. شاید بتوان گفت که همه تاریخ علم یک طرف، قرن بیستم یک طرف، به خصوص این جنگ اول و دوم سبب کشفیات بسیار شد. چندین هزار کشف بسیار بزرگ در این دوره ها شد و دانشمندان بزرگ ابواب جدیدی بر معرفت گشوده شد که اصلا فکر نمی کردن که چنین پدیدهایی باشه. گمان می کردن علم فیزیک به عنوان مثال با آمدن نیوتن و گالیله دیگه درش بسته شده. بسیار از فیزیکدان ها سخنرانی ها کردن که آقا علم فیزیک تمام شد، چیزی ندارد دیگه. ناگهان دیدن آقا تازه اول کار هست. خب وقت ما چون کم هست، شروع می کنیم بیاد کردن از بزرگترین علمای فیزیک در قرن بیستم که البته سر نامداران و گردنکشان آقای آلبرت اینشتین، انیشتن خودمون اینشتین به زبان انگلیسی. بله آقای آلبرت اینشتین زاده علم، اگر تلفظ کنم، آلمان بود. پدرش مهندس برق بود و چیزای برقی میساخت. یه مدتی هم رفته بودن ایتالیا که نشد و باز برگشتن. یه آلبرت سر کلاس که میرفت گوش به حرفا نمیداد، گوش به معلم نمیداد. متفکر مستقلی بود و معلم میگفت آلبرت You never sum up to be anybody.
گفت تو هیچ موقع مجموع نمیشی که یه چیزی از تو در بیاد، هیچی نمیشی تو. خلاصه آلبرت هم کار خودش رو میکرد تا سرانجام از حوزه برلین آقای آلبرت اینشتین به عرض کنم که سوئیس رفت و در پلی‌تکنیک سوئیس دو دوست داشت، یکی به نام مایکل آنجلو، یکی به نام گروسمن اگر اشتباه نکنم، که بهش کمک میکردن و هرچه میگشت دکتراشو گرفته بود، هرچه میگشت معلمی سر خانه پیدا بکند برای بچه های کلاس دوم سوم ابتدایی که یه حقوقی بگیرد، کسی به اون کار نمیداد. یک روز وقتی رفت فکر کرد که کار رو گرفته، خانمی که در رو باز کرد گفت خیلی معذرت میخوام آقا، ما همین دو ساعت پیش یک معلم دیگری رو ما استخدام کردیم، امیدوارم این شغلی پیدا بکنی. پدر ایشون مرتب نامه می نوشت به پروفسورهای بسیار مشهور فیزیک در سرتاسر اروپا که آقا این پسر من پسر خوبی است، این پسر من آدم مؤدبی است، خواهش میکنم این شغلی به ایشون بدی. نمیداره تا بالاخره همون مایکل آنجلو که عرض کردم آمد و در اداره ثبت اختراعات برن اونجا شغلی برای ایشون پیدا کرد. کار ایشون چی بود؟ کار ایشون این بود که بشینه اونجا وقتی که یک اختراعی میاد، یک کسی مدعی است چیزی اختراع کرده، آقای آلبرت اینشتین نگاه کنه ببینه این شدنی هست، دومی که آیا از کسی ندزدیده، آیا مثل این چیزی در آرکایف یا آرشیو هست یا نه. بنابراین وقت زیادی داشت، شروع کرد به فکر کردن به یونیورس و به جهان و به عرض میکنم که جهان مادی و چند پیپر یا مقاله منتشر کرد سال 1905-1906 که اولیش رو Special Theory of Relativity میگوین و بعد بین سالهای 1909-1915 بقیهش رو، یعنی اون چه به جاذبه مربوط میشد اون را هم حل کرد. در واقع این تئوری نسبیت دو بخش داره، یک بخش نخستین، بخش دومش هم General Theory of Relativity. و جهان دگرگون شد، برداشت انسان از طبیعت یه چیز دیگه شد، به طور کل باب بسیاری از علوم پنهان رو آقای آلبرت اینشتین گشود. یک خانمی هم داشت که طلاق گرفته بود، به من پول بده، میگه ببین من یه روز برنده نوبل میشم و پول رو یه جا میدم به تو. تا به هر صورت نوبل هم بهش نمیدادن، به جهت این میگفتن آقا ما نمیفهمیم آقا چی میگه، وقتی نمیفهمیم چی میگه چه نوبلی بدیم. تا بر اثر فشار بسیاری از علما که آقا یک روزی شما عرض کنم که نامتان ننگین خواهد بود که بزرگترین فیزیکدان زنده است و چنین و چنان است و شما قبول نمی کنید، تعدادی از همشهریاش پذیرفتن قبول کردن نظرات او رو. ماکس پلانک یکی از اون کسان بوده، پدر بزرگ فیزیک آلمان که در بابش صحبت خواهم که تا چند دقیقه دیگر، پذیرفت. اما بسیاری دیگر به خصوص کسانی که بعداً در حزب نازی و اینا رفتن دشمنی می ورزیدن. بله این ماکس پلانک هست سمت چپ. در واقع این دو نفر جهان رو دگرگون کردن، دو علم ابتکاری آمد که در واقع فیزیک مدرن رو بنیاد کرد، هر دو از آلمان بودن. دست راست آقای آلبرت اینشتین هست که مبتکر تئوری نسبیت و سمت چپ ماکس پلانک که کوانتوم رو اساسا کشف کرد. بحثش مربوط می شود به بلک بادی ریدییشن که حالا تا چند دقیقه دیگه صحبت خواهم کرد در بابش. باری آقای اینشتین عرض شود که آمد در همون جا که کار می کرد، ماکس پلانک و چند تا دوستانش که اینا در مؤسسه قیصر ویلهلم یا کایزر ویلهلم اینستیتوشن کار می کردن، وقتی اینشتین خیلی مشهور شد اینها گفتن آقا ما بریم ازشون بخوام که بیاد ریاست اینجا رو به عهده بگیره. خود آقای ماکس پلانک دو بار
رئیس اونجا شده بود، یعنی پرزیدنت اونجا شده بود، رفتن به سوئیس گفتن آقا ما آمدیم خدمت شما که شما رو دعوت کنیم که بیاد اونجا ریاست مؤسسه قیصر ویلهلم رو به عهده بگیرید. بعد از جنگ دوم این قیصر ویلهلم مبدل شد به ماکس پلانک اینستیتوت که 82 در واقع تأسیسات مهم هست امروز در جهان، در آلمان به خصوص، که اینا وابسته هستن به ماکس پلانک اینستیتوت، دیگه قیصر ویلهلم اسمش نیست. اینشتن اهل شوخی بود، مذهبی نبود، خدا را هم قبول نداشت، خدا را هم قبول نداشت، در واقع میگفت این خدای شخصی رو من قبول ندارم. و وقتی که با پاپ روبرو شد و اینا، اینشتن هم مطرح بود و هر روز شلوغ میکردن روزنامه‌نگارا و اینا، گفت آقا خدا را قبول داری؟ گفت من همون خدای اسپینوزا را قبول دارم. چاره نداشت. باری رفتن که آقا شما بیا، گفت که اینجا میرن مردم اسکی میکنن، این چیزا که سوار میشن میرن سر کوه اینا، گفت شما برید و اسکی کنید، تماشا کنید، من میام اینجا پای قطار شما رو بردارم اگر یک گل رز قرمز به دستم بود، یعنی پیشنهاد شما رو پذیرفتم. اگر که دیدید که گل سفید دستم هست، رز سفید هست یا رنگی دیگه، پیدا بود که من نخواهم آمد. داستان زیاد است، داستانهای شیرین در باب زندگی آقای آلبرت اینشتین. اینا دل تو دلشون نبود که قبول میکنه نمیکنه. خلاصه وقتی که برگشتن دیدن آقای آلبرت اینشتین با لبخند یک گل رز سرخ درشت در دست گرفته و منتظر ایناست، خیلی خوشحال شدن. اینشتین رو برگردونن به برلین و در اونجا در واقع مسئولیت مؤسسه بزرگ قیصر ویلهلم رو به عهده گرفت. این مؤسسه قیصر ویلهلم کارهای علمی بسیار بزرگی در اونجا شد. در اونجا اتم شکسته شد. در اونجا اوتو هان، دکتر هان، اونجا اتم رو اون شکست در اونجا و خیلی اختراعات دیگر در اونجا شد. آلمان محل بزرگ فیزیک بود. چه دانشمندان بزرگی که اینها در واقع انسان جدید رو ساختن، مدنیت جدید رو ساختن. دین قریب 2000 سال خفه کرده بود. آقا این مسیحیت خفه کرده بود اروپا رو. ما هم که هنوز در حال خفگی هستیم. نفس‌های آخر داریم می‌کشیم از دست دین و آخوند و ملا و اینها. عرض شد که بعد که دیگه نازی‌ها آمدند و شروع کردن به اینکه فیزیک نیست، آقا این می‌خواد ما رو گول بزنه و اینها، اینشتین مجبور شد از اونجا بیرون بیاد. و یکی از مطالبی که ایشون به میان انداخت در واقع و با فرمول E مساوی است با MC اسکوئر هست که این معروف‌ترین فرمول در فیزیک هست. این فرمول و فرمول نیوتن، اینا دیگه فیزیک با این دو فرمول شناخته میشه اصلا از راه دور. F مساوی است با MA، یعنی فورس برابر است با ماس ضرب در اکسلریشن. این یکی هم که این مساوی است با ام، یعنی جرم ضرب در سرعت نور به قوه دو. آدم وحشت میکنه وقتی نگاه میکنه فرمول، میگوید ماده و جرم یکی هستن، به هم تبدیل میشن. این یک در واقع حادثه عظیم بوده و این تفکر رو برانگیخت که اگر چنین است پس ما بایستی بگردیم ببینیم چه ماده‌ای به انرژی تبدیل میشود. و تحقیقات روی اورانیوم بعدها نشون داد که بله، عرض کنم که فلزاتی که مرکز اتم اینها ثبات نداره، اینها میشکنن و انرژی خارق العاده تولید میکنن که مقدارش برابر است با. و یکی دیگه اکسپنشن جهان هست، اکسپنشن یونیورس. خود آقای اینشتین در طول کارا که میکرد به این نتیجه رسید، اما ما که نگاه میکنیم که ثابته. برداشت یه چیزی خودش اختراع کرد، خودش کار خودش نفی کرد و به نام یونیورسال کانستنت گذاشت اول فرمولش، گفت که این اینجوری درست میشه و اینا. بعد هابل رو داریم، ادوین هابل در همین کالیفرنیا. هابل دید که ستاره ها دور میشن، عرض کنم که پدیده‌ای داریم به نام پدیده رد شیفت، اینها فهمید که دارن دور میشن دور میشن. اینشتین فهمید که راست گفته بوده، خودش درست درآورده بوده، اما چون مشهودات اونچه نشان میداد اینطور تغییر داد. باری آمد اینجا دیدن آقای ادوین هابل،
که عکس مشهوری هم اونجا با هم گرفتن و اینها، و موضوع مست که نور رو خم میکنه در فضا، و عرض کنم که تایم دیلیشن و لنگت کانترکشن، اینا همه مربوط میشه به تئوری نسبیت. لنگت کانترکشن یعنی که در سرعت نور یه اتوبوس به اندازه یک فولکس واگن میشه. تایم دیلیشن، تایم دیلی میشه، تایم با سرعت زیاد دیلی میشه. یعنی اگر شما دو تا برادر دو قلو داشته باشید بر روی کره زمین، اول ژانویه یکیشو سوار موشک کنید با سرعت نزدیک به نور بفرستید به آسمان، چه اتفاق میفته؟ 10 سال که بعد این آدم زمینی میگذره، اون آدم فضایی رو که همش در حال حرکت بوده برمیگردونیم به زمین، ببینیم 2 سال پیر شده، در حالی که این آقا 10 سال پیر شده. و اینها کارها بود، شگفت‌انگیز عجیب غریب بود که حیرت همه فیزیکدان‌ها رو برانگیخته بود. البته فراموش نکنیم که آلبرت اینشتین از بسیاری از دانشمندان مایه گرفته بود، در واقع از گالیله، از نیوتن، از ماخ، از پوانکاره و بسیاری دیگر مایه گرفته بود. عرض کنم که به خصوص از ماکسول بسیار مایه گرفته بود، اما بعض اوقات در نوشته هاش نام اینها رو نمیبره و این در شأن اینشتین نیست، چون بسیار مرد اخلاقی بود. و بخش ریاضیات، بخش پایانی این نظر نسبیت رو نمیتوانست حل کنه، چرا مشکل شده بود. رب به دانشگاه گوتینگن، در گوتینگن ریاضیدان ها اونجا بودن، عرض کردن قبلا و میگفتن ما فیزیک رو باید از دست فیزیکدان ها نجات بدیم، باید بیاد اینجا مشکلاتش حل بشه، پر ریاضیدان بود. و هیلبرت یکی از بزرگترین ریاضیدان تاریخ گوش کرد به حرفای آقای اینشتین و مسئله رو حل کرد، فیلد کوهیژن حل کرد و بهش زنگ زد و گفت آقا حل کردم، بیا بهت بدم. گفت من خودم هم حل کردم و فرستادم، که درست نمیگفت، فکر کرد که هیلبرت حقش ممکنه بخوره. هیلبرت رو نشون بدین، این مرد بزرگوار، بله یه عکسی با عینک و کلاه داره خیلی قشنگه، اون رو نشون بدین. یکی از 10 ریاضیدان، بله بله همین عکس رو مرحمت کنید، یکی از 10 ریاضیدان بزرگ تاریخ آقای هیلبرت هست و در گوتینگن اونجا کار رو حل کرد و خدمت هم. البته خبرنگارا و اینها سر و صدا کردن، امروز هم نسبیت رو بله هیلبرت رو شریک میدانن، اما هیلبرت بزرگوار آمد و گفت نه خانم آقایان، اندیشه اصلی از آقای آلبرت اینشتین بوده، این بقیهش هم مال ایشان. و این نشان میدهد در فضای دانشگاهی آلمان چه میزان داد و ستد فکری و چه میزان سلامت و کف نفس بوده، نه پر از حقد و حسادت و اینها. باری جناب آقای آلبرت اینشتین آمد به آمریکا و در انستیتوشن هایر ایژوکیشنز که مربوط میشد به فکر میکنم دانشگاه پرینستون، اونجا تحقیق میکرد. روز اولی که رسید گفتن آقای پروفسور اینشتین چه چیز لازم دارید؟ گفت من یه میز بخوام، یه صندلی، یه مداد، مقداری کاغذ و یه سطل آشغال خیلی بزرگ که بتواند خطاهای من رو در دل خودش جای بدهد. بله داستانهای خیلی خیلی شیرین هست که وقت گفتنش نیست. باری آقای آلبرت اینشتین جایزه نوبل رو سرانجام گرفت و پول رو گرفت و اون زمان حدود 40-50 هزار دلار بیشتر نبود، امروز 1 میلیون رو خورده گذشته از میلیون دلار. رب گفت عزیزم ببین، من این پول نقد رو بدم به شما، خب خرجش میکنی. ما میبینیم 2 تا آپارتمان میخریم، یکیش تو میشینی، یکیش هم اجاره میدیم که شد. یه پسری هم داشت که به لحاظ مغزی وضعیت درستی نداشت و همین کار رو هم کرد. عرض کردم داستان در بابیشون خیلی خیلی زیاد هست، اما چیز مهمی که باید خدمت شما بگویم این هست که بدون کشفیات اینشتین خیلی از کشفیات دیگر نمیشد. مثلا همین داستان تایم دیلیشن، و عرض کنم این که هر متحرکی سرعت خودش رو داره، این نیست که سرعت امر یونیورسال نیست که
ما اینجا ساعت 8 همون یک ساعت که بر ما میگذره، بر آدمایی که در یک سیاره‌ای که با سرعت خیلی زیاد داره حرکت میکنه، این زمان کوتاه میشه، زمان کوتاه میشه و خیلی چیزهای دیگه که حالا این جور بحث‌های علمی جاش در تلویزیون نیست، فقط من اشاره میکنم به این مطلب، به این مطالب. و متاسفانه ایشان از 24-5 سال به بالا دیگه هیچ گونه تولید فکری نداشت، به جهتی که همه نیروهاش رو جمع کرده بود، گذاشته بود که ثابت کنه این داستان کوانتوم مکانیک غلطه و اشتباهه و تئوری هایزنبرگ خطاست و او اشتباه میکرد. حتی روزی که در بیمارستان بوده، در بیمارستان در سن 70 سالگی داشته یه مش کسر نوشته، اعداد کسری نوشته، داشته یه چیزی حل میکرده و اینها، و ولی یه فایده داشت. وقتی که اینشتین نتوانست ثابت کند که کوانتوم غلط هست، بنابراین این بر صحت علم کوانتوم فیزیکس در واقع یک گواه، یک شاهد و یک دلیل نیرومند هست. این در واقع بزرگترین دانشمند قرن آقای آلبرت آینستاین، و خیلی در باب جاذبه و اینها مطلب خیلی زیاد هست که با واردش نمیشویم. بنابراین ایشون رو به عنوان نفر اول، و بعد میرویم سراغ آقای ماکس پلانک. ماکس پلانک غولی بوده است در فیزیک. ماکس پلانک رو لطفاً بیارید. بله، ماکس پلانک انسان بزرگ، موسیقیدان در نواختن، عرض کنم چند ساز ایشون استاد بود، یکیش ویولونسل بود، یکیش پیانو بود. اساساً میخواست موسیقی بخونه و معلمش گفت پسرم چی میگی فیزیک؟ در فیزیک چیزی نمونده، همش کش شده، چیزی نیست، تو میخوای چه بکنی فلان اینا. خلاصه ایشون رفت و داستان فیزیک رو دنبال کرد. پروفسورهای خیلی بزرگی، هلمهولتز مثلا، کیرشاف و ده ها کاشفان بزرگی دیگر هم در آلمان زندگی میکردن. ایشون هم مشغول شد به درس فیزیک و کارهای بسیاری کرد در زمینه فیزیک. مهمترینش کشف داستان کوانتوم هست و اینکه انرژی به صورت پیوسته ساطع نمیشه. اگر میشد ممکن بود ظرف 7 دقیقه خورشید تمام بشه. و این از داستان اجرام سیاه شروع شد، بلک بادی رادییشن. ما به چیزی انرژی میدیم و اون انرژی رو میگیریم. عرض کنم که وقتی حرارت رو بالا میبریم این چیز انرژی بیشتر میشه، بازدهیش هم باید بیشتر بشه. اما هیت رو بالا میبردن بازدهیش خیلی کمتر میشد. اینا همه تعجب کرده بودن. یه آقای داشتیم وین، فرمول ها نوشته بود. یه کسی دیگه هم آمده بود فرمول ها نوشته بود، اما مشکل سر جاش مونده بود. عرض میکنم که و به این میگفتن که آلترا وایلت کاتاستروفی، ضایعه ماورای بنفش، بله در طیف نور و اینها. تا یک شب این آقا خوابیده بود به قضیه فکر میکرد و کشف کرد. ایشون عادتش بود که صبح پسرش میبرد با هم صبحونه میخوردن، گفت پسرم پاشو از خواب، امروز پدرت یک کشف کرده که با کشف نیوتن برابری میکنه. و برای پسرش تعریف کرد داستان رو و این مشکل عظیم را حل کرد و یک علم جدید اساسا وجود آورد. داستان خیلی خلاصش به زبان ساده و روزمره این هست که انرژی به صورت پیوسته ساطع نمیشه، بلکه به صورت بسته‌بندی های شکر تیکه تیکه میاد. این است که این همه زمان طول میکشه و خورشیدها و دیگر، و به این میگن کوانتا. کوانتا یعنی بسته. و از کنارش ده ها جایزه نوبل داده شد به کسانی که در این مسیر کار میکردن. و این مرد بزرگ هر شبت که در روزگاری که دانشمندان یهودی آلمان رو ترک میکردن، سعی بسیار کرد از رفتن اینها جلوگیری بکند. یک بار هم رفت پیش هیتلر
و با اون بحث کرد و به گوش هیتلر نرفت. نصایح آقای ماکس پلانک در دو دورم ریاست قیصر ویلهلم داشت که اونجا امروز به نام این مرد بزرگ هست. ایشون هم جایزه نوبل گرفت، ولی جایزه نوبل، و دوست نزدیک آقای آلبرت اینشتین بود. و نفر بعدی ماری کوری رو هم نشون بدید لطفاً. اینا پیامبران عصر جدید هستن. اگر میخواهید که با کنیز مشغول شوید، عرض شود که پرده ها رو حضرتشان، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، عادتشان این بود که هر موقع به کنیز حمله بر میشدن پرده رو مینداختن. اینا احادیث ها، اینا از من نیست ها، پرده ها رو مینداختن و فرمودن که حضرت این کار در زیر آب اشکالی نداره، گو مگر لذتی از این بیشتر هست. خب اینا علمشون اینجوری بود دیگه، علمشون اینطور بود. اینا علما و آدم میخواد یقه خودشی چاک کنه، سهل است که جگر خودشو در بیاره خام خام بخوره از بدبختی که ما بهش دوچار شدیم. و خدا نبخشاید کسانی که مقدمات آمدن آخوندها رو فراهم کردن. ماری کوری رو لطفا نشون بده. این زنها بیعقلن. مولا علی فرمود که عقل ندارن، رسول خدا فرمود عقل ندارن این زنها، و خداوند هم فرمود زنها عقل ندارن. وزی به خدای احمق گفت که آدم بیعقل برای چه خلق کردی؟ بله، این که میگم خدای احمق، خدای اینا احمقه، وگرنه خدا احمق نیست. بله بفرمایید. ماری کوری اهل لهستان آمده در پاریس با پیر که خودش مرد دانشمندی بود، ازدواج کرد و چه رنجها کشید در زمینه رادیو اکتیویته و چه کشفها کرد. یکی از بزرگترین دانشمندان از این زن، تنها اولین زنی است که به حوزه پاریس رفته و در سوربن تحصیل کرده، اولین زنی است که درجه دکترا گرفته، اولین زنی است که نوبل گرفته و دو نوبل گرفته، یکی در رشته شیمی، یکی در رشته فیزیک. و پیر از تصادف کرد متاسفانه و در تصادف اتومبیل کشته شد. ماری کوری عرض کنم که روی سنگ اورانیوم کار میکرد و متوجه شد میزان رادیشن که از سنگ اورانیوم داره میاد، پیچ پلانت میگوین، این بیشتر از خود رادیوم، بیشتر از خود اورانیومه. بنابراین گفت که یک چیزی باید در اینجا باشه یا چیزها در این سنگ باید باشد که میزان تشعشعش بیشتر از خود اصل اورانیوم است، و موفق شد به کشف پلونیوم و به کشف، عرض میکنم که رادیوم. داستانش خیلی مفصله، اما وقت ما عرض کنم که دارد تمام می شود، یعنی تمام شد. از شما سپاسگزارم هموطنان گرامی. از سپر گرما هم اینجا داره بیداد میکنه، من خیلی زود باید خودم به یه جای برسونم، به یک کولر خیلی خوب. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، جاوید خراسان بزرگ. آقا لعنت ابدی بر این ملایان خرف نادان دوریالی که تا چه میزان فضا رو تنگ کردن برای مردم ما. شما رو ببینید در